خدا سلام عرض کنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با یک ویدیو جدید از طریق کانال آموزشی ویار Education میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه میخوام بریم سر وقت بررسی نحوه ایجاد یک سرچ باکس که در سایت های مختلف هم احتمالا اون رو دیدین یک همچین استایلی رو داره یک اینپوتی هست و یک دکمه سرچ به اون چسبیده و هر دو انگار یک ویجت هستن که روی صفحه قرار گرفتن خب حالا با نحوه اتصال این دوتا با هم آشنا میشیم چطور بیایم بردر های مختلف رو کاستومایز کنیم بردر بالا راست بالا چپ بالا راست پایین راست و پایین چپ رو کاستومایز کنیم و یه جوری اینها رو مقدار بدیم که انگار این دوتا تا به هم چسبیدن و در کل یک عنصر رو داریم. که این ایده میتون توی بخشهای مختلف هم کمکتون کنیم بریم دمو رو در مرورگر ببینیم و بعد میریم سر تا کار توسعه این ویجت رو از ابتدا تا انتها با هم پیش ببریم. خروج نهای کار به این صورت هست حالا دو تا عنصر اینپوت داریم ما یه دونه تکس و یه دونه اینا رو چسبونیم به هم یه جورایی که انگار در امتداد هم هستن و وقتی حالا این میریم رنگش عوض میشه و حالا پوینترمون هم دست میشه و اینجا خب یه رشته میتونیم وارد کنیم و سرچ بزنیم فرم ما سابیت پیش سمت سرور و الی حالا دنبال این هستیم که این چطور ایجاد میشه ایده خیلی ساده ایه. اما خیلی جا میتونه به کمکتون بیاد و به دردتون بخوره به این موضوع با هم برسی کنیم اگر از ویس کود استفاده میکنین پیشنهاد میکنم که اکستنشن لایف سرور یا پریگان وب سرور رو نصب کنین وب سرور یا حالا لایف سرور که ما پریگان وب سرور کار میکنیم که خروجیمون رو بتونیم توی خود محیط هم ببینیم این دو تا افزونه اینجوری است که وقتی شما فایل های ورکینگ دایرکتوریتون رو سیو میکنین خود به خود به صورت خودکار البته خروجی رو توی مرورگر آپدیت میکنه و نیاز بر اونجا رفرش کنیم. پریتیر هم نصب که به خانه بیشتر ظاهری کد هاتون خیلی کمک میکنه اینجا توی فایل HTML همون یه سند HTML میگیریم تایتلش رو میذاریم گروپ اینپوت و تبکه چیزی که حالا اونجا داشتیم ما یه دونه م... که فضای کلی داریم دیگه م... حالا قابلیت سرچ رو میخوایم توی فضایی بزنیم یک کانتینری به نام باکس میگیریم زیادم هم باش کار نداریم ولی فقط یه دونه فضای حال ارزش رو میخوایم بهش بدیم یه دونه تگ H1 داریم که اون بالا گفتیم سرچ همون تایتلمون هست و بعد یه فرم داریم اکشن هم نمیخوایم نمیخوایم. مهم نیستش اینپوت تایپ تکست رو داریم و یه پلیس هولدر داره ایشون مثلا تایپ سامتینگ و اینجا یه دونه اینپوت داریم با تایپ uh, سابمیت و ولیو این دوستمون هم هستش سرچ uh, خب اینجام یه کلیک راست میکنیم پریوی آن سایت پنل میزنیم یه خورجه من نشون میده خیلی هم ساده هست و مطابق انتظار فایلی سی رو هم اضافه میکنیم فعلا چیز توش نیست خب بیاین فایل سی اس کلی عناصری که اینجا هستن من اصلا مارجین و پدینگ نمیخوام هر جا نیاز شد خودم میدم پدینگ سرف و باکس سایزینگ رو هم باکس سایزینگ رو هم میزنم روی border box این میگه که کل فضایی که برای اون سو میخواد در نظر بگیری شامل بردر و پدینگ و اینها بشه دیگه نمیخوام برای اونها فضای مجزایی در نظر اگه پدینگ دارن تو همون فضایی که بهش مثلا ویتاهای دادم تو همون فضا باشه خیلی وقتا به درون و ما اینجور طراحی رو انجام میدیم بوند فامیلی رو هم روی سنسریف بذاریم که از این حالت روزنامه خارج کنیم خب توی بادی یه بک‌گراند بدیم فعلا از لینیر استفاده میکنیم و میگیم که آقا تو رایت و دو تا رنگ آبی حالا از پیش تعریف شده من دارم 81 97 EF رنگ اولمون استارت با اینه و انتهامون رو به 1D 5A 8C برسیم خب این الان سو قرار وسط چین باشن دیگه کافی اینجا بگم دیسپلی ای فلکس جستیفای کانتنت سنتر جستیفای کانتنت سنتر باشه به صورت هوریزنتالی سنتر میشن الاین آیتمز هم سنتر align items هم center ایشون به صورت ورتیکالی حالا چرا نشد چون بعد مین هایت رو بهش بدیم بگیم کل ویو پورتمون رو بگیر الان بچا کل فضا بادیمون اینقدر یعنی در قالب این فضا هستش و این میگیم سنتر هم دیگه اما اگه اینو سیو کنم کلا میاد وسط قرار میگه خب اینجا کار دیگه نده میگیم به اون آقای دات باکسه میگیم آقا من میخوام ویتس شما 500 پیکسل باشه مشکل که نداری میگه نه ندارم خب ایشون اینجا حالا بچا این 500 آل بزنیم بک گراوند بدم که ببین دقیقاً وسط چین هستش بک گراوند الکی بدیم ببینیم که الان این 500 پیکسل فضا به خودش اختصاص داده و وسط چین هم شده اوکی ببین بعدی میگه آقا یه دات باکس شما یه اچ وانی داشتید درسته آره توی دات باکس اچ وانی داشتیم خب میگیم که من یه سری مارجین میخوام بدم بالا و چپ و راست نصف از پایین 10 پیکسل مارجین بگیم. و بعد اینو هم برداریم <applause> ببخشین کالر رو هم میدیم بهش نامبه FFF سفید و فون سایز رو هم میدیم 24 پیکسل خب این از بعد بیم سر وقت آقای دات باکس میگه آقای یه سری اینپوت داخل شما هستش میگه بله هستن میگم پوزیشن اینا رو ریلیتیف کن چرا ریلیتیف چون میخوام تو هم نورمال فلو باشم ولی یک پوچولی میخوام جاشون رو بعدا عوض کنم دیسپلی هم این لان بلاک میذاریم دیفالت هم Uh, چیز باشه uh, اگه بلاک باشه این میره خط بعد بچا این لاین بلاک میگیم که نه سر هم, هم قرار بگیره توی صد تا جایی که فضا داریم و فونت سایز رو هم میدیم 20 پیکسل چه برای سرچمون چه برای حالا اینپوت رو میگیم 20 پیکسل چه فضا بگیم. حالا میایم میریم که میگه آقای دات باکس اینپوتی داخل شما هست اونی که تایپش uh, تایپش تکست هستش من با این یه کوچولو کار دارم یه بکگراند اول محضه تویت بهش بینیم میگیم نام به FFF و بعد ویتسشو میدیم از اون, از اون 500 پیکسل میگیم 340 پیکسلشو بده به ایشون هایت رو هم میدیم 50 پیکسل اوکی خب اینجوری شد و بعد میگیم که بوردر نمیخوام بوردر نان و آوتلاین هم نان چه بچه ها؟ حالا وقتی من ببینید فوکس کنیم یه خطی درش می که آقا فوکس رو اینه آوتلاین که نان کنید اینم برداشته میشه دیگه تو اون فضایی که ما داره تراحی میکنیم یکم زایسته این کار رو بکنیم. بکنید الان آوتلاین هم برداشتیم. و حالا یادتون باشه ما این دوتا گوشه رو راوند داشتیم میتونیم بوردر رو بیاریم بچه و بوردر رو رو بدیم مثلا فرض کنیم 25 پیکسل اما این یه بدی داره که چهار تا گوشه این کار انجام میده اما من میگم 25 پیکسل صفر صفر و بعد دوباره 25 پیکسل 25 پیکسل این این دوتا گوشه پایین رو برای من راوند میکنه اون دوتا ول اون دوتا چون بهشون صفر دادیم اوکی اون دوتا رو رها میکنه از اینجا 25 پیکسل صفر صفر و اینجا 25 پیکسل این کار برای من انجام میده خودش دستش هم درد نکنه خب این تایپ هم خیلی چسبیده میگیم که آقا پدینگ رو بالا پایین نمیخوایم اما از بغل ها 25 پیکسل فاصله بگی شما خب همین رو برمی داریم یا نخوایم تایپ کنیم میام اینجا میگیم که آقا پسورد پوزیشن ایشون هم خب ریلیتیو میدیم میام پوزیشن ریلیتیو باشه البته بالا دادیم دیگه بچه‌ها نمیخواد پوزیشن رو بالا دادیم خب میام border رادیوسو پس بز اینا از این بالا بیاریم میگیم border radius ایشون رو من میخوام بدم الان این بعد این دو تا سمتش ثابت ای باشه این دو تا راوند بشه پس کافی بیام جای اینا رو عوض کنم بیام دو تا 25 وسط دو تا صفرم اطراف اوکی تایپ اپ تو پسورد نه تایپ سابمیت سابمیت خب این راوند انجام شد حالا های uh, هم ام بی آن ویت سایت رو بیاریم ویتشو میدیم آقا ایشون 150 پیکسل اوکی okay. و های هم هم 50 پیکسل داریم و دقیقا مثل همون بوردر رو اوتلاین رو هم نان میکنیم یا ازت نمیخوام اینا رو اوکی okay. پس این هم, هم حالت شد حالا بخوام بچسبونیم به, به هم دیگه چون پوزیشن رلاتیو میگم لفت منفی 5 پیکسل این یعنی 5 پیکسل به این طرف میچسبه به این دیگه خیلی راحت و شیک خب بک هم دیفالت آل کرسر پوینتر بدیم و بک رو هم میگیم که نام به همون زردی که حالا اونجا دید ffc 1 0 0 به رنگ زرد هستش و کالرش رو هم بدیم نام به FFF سفید خب اینم از و حالا دوباره ایش رو برمیداریم میگیم وقتی هاور شدی یا موس رفت روی شما میخوام بکگراوندت مثلا بیاد بشه یه رنگ نزدیک به قرمز مانندی میگیم نام به FF 5722 نارنجی یا قرمز وقتی هاور میکنم این میره روش پس با این تکنیک خیلی ساده این دوتا رو اومدیم استایل هاش عوض کردیم و اینا رو چسبونیم به هم انگار یه کنترل هستن گروپشون کردیم گروپ تو گدر کردیم یه جورای. که خب حالا خیلی وقتا توی قسمت های سرچ سایت ها این رو به این صورت میبینه یا یه جایی مثلا یه کاری میخوام کن تکفیل هست و قرار دکمه یعنی کل فرمان دو تا عنصره یه دکمه ای حال سابمیت هست و یه دونه فیلی که قرار اطلاعات رو به یا سرچ باشه یا هر چیز دیگه اینو یعنی میتونه استفاده کنید طراحی جالب و خوبی داره امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه خوشحال میشم که در قسمت نظرات در قسمت کامنت ها البته نظراتتون با من در میون بگذاریم. تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا, می خدا نگهدار